دو تا عنوان هستی که مولتی کمه و سینکرونایز کلیپس که شبیه به هم کار میکنن، یعنی در واقع از یه منطق استفاده میکنن. ما این دوتا صدا و تصویر جدا رو داریم. این صدا صداییه که با یه دستگاه حرفه‌ای صدا برداری شده سر صحنه. این تصویر ماست که یه صدای شاهد هم داره و دوربین خودش صدا ریکورد میکرده. حالا من میخوام این دوتا رو با هم سینک بکنم، میام توی سینکرونایز کلیپس، اینو با میذارم روی اتوماتیک و حالا میگم این دوتا رو برای من سینک بکن، اسمش هم حالا هر چی دوست داشتم میتونم بذارم. اینجا فعلا همون سینکرونایز کلیپ خوب هستش و اوکی برام. اوکی رو من میزنم. یه مدت خیلی کوتاهی طول میکشه، بعدش اینو برام درست میکنه. اگر شما بخواید حالا خود این کلیپ رو ببینید، یه دستوری دارید به اسم اوپن این تایملاین که البته همه جا برای همه کلیپ ها کار میکنه. به طور مثال شما اگر این کلیپ رو هم اوپن این تایملاین رو بزنید، میتونید بیایید روی یه تایملاین مجازی در واقع ببینیدش و حالا اگه خواستید تغییرش بدید یا هر چیز دیگه ای. من اگر خواستم الان اینجا اوپن این تایملاین رو میزنم و حالا اینجا میتونم ببینم که دقیقاً این دوتا صدا با هم سینک شدن و این تصویر و صدا با هم الان سینک هستن. میتونم اگر خواستم انتهاش رو کوتاه‌تر بکنم، تصویرم سرش رو هم ترین بکنم تا دقیقاً اندازه هم بشن. حالا من اگه برگردم توی این تایملاین این سینکرونایز کلیپ رو وارد بکنم و حالا بیام بزنم کاملا آدیو ویدیو من رو باز بکنم، شما میبینید که دو تا کانال صدا داره. یک کانال صدایی که این هست، یک کانال صدایی که صدای خودشه و این دو تا الان هم سینک شدن. خب تا اینجا که همه چی خیلی واضح و مشخص و ساده است. اما مولتی کم شما همونطور که از اسمش مشخصه، برای زمانی که شما خواهید چند تا دوربین رو با هم یکی بکنید و یه فایل مولتیکم ازش درست بکنید. من الان این چند تا فایلی که دارم انتخاب کردم. نکته خیلی مهم، ما قبلا راجع به اون نرم‌افزار پولارال آی صحبت کردیم و شما دیدید که چقدر راحت بود، همه چیز اتوماتیک بود. اینجا شما حتما باید کلیپ های درستی رو انتخاب بکنید، یعنی حتما باید کلیپ هایی باشه که به هم ربط دارن و دیگه خودش اتوماتیک نمیتونه حالا بیا تشخیص بده. شما 20 تا کلیپ رو انتخاب بکنید، خودش بگه آها خب این کلیپ با اون یکی یک مچه، این با اون. شما باید صدای درست و کلیپ های درستی رو انتخاب بکنید اگه میخواید مولتی کمتون خوب کار بکنه و درست کار بکنه. بعد از اینکه انتخابشون کردید، شما میاد توی مولتی کم. اینجا طبیعتا اسمش از شما میپرسه، من اسمش رو میذارم مولتی کم کلیپ، مشکلی ندارم تو کدوم ایونت درست بکنه، تو همین ایونت من خوبه. انگل اسمبلی میاد از شما میپرسه که این ترتیبی که قراره اینا رو بچینه و این بر اساس چی باشه، بر اساس اسم کلیپ ها باشه، بر اساس زاویه دوربین باشه یا بر اساس اسم دوربین. شما میتونید ترکیب خواستید انتخاب بکنید. به طور مثال شما توی دوربین های ردی، حالا تو خیلی از دوربین های دیگه، میتونید بگید توی اون خود متادیتا های دوربین که الان زاویه این دوربین چیه، زاویه دوم، زاویه پنجم، حالا هر چیز. من اینو میذارم روی اتوماتیک. کلیپ اوردرینگ میاد میگه که بر اساس تایم کد اونها رو بچین یا بر اساس زمانی که درست شدن. اگه دوربینی دیرتر اضافه شده یا کنتر، میاد به تایم کد نگاه میکنه یا به زمان شروع شدن ریکوردینگ نگاه میکنه و اونها رو میچینه. و این سینکرونایزیشن میگه که بر اساس تایم کد سینک کن، که بعد نیست اینجا با هم الان نگاه کنیم. به طور مثال من اگر بیام اینجا میتونم ببینم که تایم کد این کلیپ من توی اینفو اینجا یه مدیا استارت و یه مدیا انت داره و در واقع تایم کدش چیزیه که الان اینجا مشخصه. تایم کد من ببخشید، تایم کد من این یکی مدیا استارت هستش و مدیا اند و دیوریشنش هم که زمانش هم که اینقدر هست. اما این کلیپ بعدی، این یکی مدیا استارت و مدیا اند شبیه اونه ولی نه دقیقا مثل اون، و این یکی که یه دوربین دیگه بوده اصلا کاملا متفاوته. طبیعتا من اگه اینا رو بر اساس تایم کد با هم سینک بکنم، حالا مخصوصا اگه صدا هم نشون شما بدم، حالا صدا هم یه تایم کد دیگه داره، عمره اینا با هم مچ نمیشن، یعنی طبیعتا هیچ جوری این اتفاق نخواهد افتاد. و حالا راجب تایم کد سینک کردن اینا بعدا
صحبت های دقیق تری میکنیم. ولی یکی از روش هایی که شما میتونید تایم کد ها رو عوض بکنید اینه که سر صحنه اگر شما با یه همچین چیزی با کلوکت هایی که تایم کد دارن تایم کد روشون هستش، اگه با اینا فیلم مداری کرده باشید میتونید بر اساس اون بیایید همه اینها رو با هم سینک بکنید. یا ابزارهای دیگه هم هستش مثل مثلا تایم کد بادی و حالا چیزهای دیگه که تو بخش ادوانس خیلی راجبش صحبت میکنیم. خب اینجا حالا من میام میگم نه من بر اساس تایم کد نمیخوام این کارو بکنم، هم شما میتونید بیاید اینجا سر مثلا فرض کنید توی لحظه خاصی که کلاکت دیده میشده، به طور مثال مثلا دقیقا جایی که تقه کلاکت هست دقیقا اینجا یه مارکر بزنید، این یکی هم من میام نگاه میکنم اگه کلاکت اینجا دیده بشه که دیده میشه دقیقا لحظه که میخوره میره اینجا، میتونم یه مارکر بزنم روی صدام دقیقا باز همینطور دقیقا روی این تقه میتونم یه مارکر بزنم. حالا اینجا اگر من این ستا کلیپ رو انتخاب بکنم بیام توی نیو مولتی کم کلیپ و بیام بگم بر اساس ست فرست مارکر اونها رو با هم مچ بکن، میاد از این استفاده میکنه اگر صدا نداشته باشن، اگر شما زاویه های دیگتون توش فایل صوتی وجود نداشته باشه. خب تایم کد رو جمعش صحبت کردیم، start of first clip میاد باز به کلیپ اول نگاه میکنه بر اساس اون بقیه رو میچینه. این بعضی وقتا ممکنه به درتون بخوره، 99% موارد به درد نمیخوره. اتوماتیک هم که میاد بر اساس صدا خودش این کار رو انجام میده. حالا این مولتی کم ما رو یه مدتی طول میکشه تا درست کنه، وقتی تموم شد برای ما این کلیپ رو درست میکنه و الان شما میتونید اینجا ببینید که به چه شکلی این کار کرده. این یه نکته ای. من یه تصویرم اینجا دارم جدای از اون تصویرهای دیگه، ولی میدونم که ممکنه بخوام به اینم کات بزنم، اصلا میتونم بیام اینجا خود اینم درگ بکنم توی این محوطه. البته فکر کنم باید یه کانال جدا درست بکنم، اینجا قاعدتا نمیتونم توی اینا درگش بکنم. یه لحظه ببخشید من اینو پاک میکنم، اصلا خاطرم نبود که این حتما باید از اول انتخاب بشه خود این یکی. هر چهارتا رو من انتخاب میکنم، نیو مولتی کم، اوکی، همه چی اوتوماتیک. و حالا میاد برای من یه مولتی کم درست میکنه که این صداها رو خودش اتوماتیک اومده. همونطور که میبینید دقیقا خودش میتونه این کلیپ ها رو با هم سینک بکنه و اگرم جایی شک بکنه که چرا این مثلا با بقیه فرق داره یا صداش یکی نیست، خودش میاد بر اساس تایم کد و حالا یه سری چیزای دیگه اینو یه جایی میذاره توی تایملاین. طبیعتاً چون این اینسرته مشخصا من اصلا ممکنه بخوام خودم رو جابجا کنم و یه ذره جلو عقب‌تر بکنم. اگر خواستید شما میتونید این ابزار پوزیشن رو اینجا انتخاب بکنید، من ممکنه بگم اینو میخوام یه ذره جلوتر بیارم. احیانا هم اگر خواستید تغییر اینجا ایجاد بکنید و سینک نبود یه چیزی، مثلا صداتون یه ذره عقب بود یا یه ذره جلو بود یکی از کلیپ ها، میتونید باز دوباره با ابزار پوزیشن انتخابش بکنید و با همون چیزایی که شما قبلا دیدیم، به طور مثال توی تریم بود ناج لفت و رایت نقطه و کاما، میتونید شما جلو یا عقب ببریدش. اینجا چون درست همه چی سینک هست و همه چی خوب هست من مشکلی ندارم. حالا زاویه ها رو شما چطور میتونید تغییر بدید؟ اینجا الان دوربین یک ماست، همونطور که شما میبینید دوربین یک ما با این آیکون مشخصه اینجا و صدای اصلی ما، من میگم نه صدای اصلی ما این کانال هست. و حالا زاویه دوم من این یکیه، زاویه سوم من اینسرت، زاویه چهارم هم که صدامه. خب حالا برای اینکه شما بتونید ببینید این مولتی کم رو، من اول میام اصلا خود مولتی کم رو وارد تایملاین هم میکنم، کلا این پنجره براوزر رو من میبندم برای اینکه
فضامون کمتر اشغال بشه و از اینجا حالا برای دیدنش میتونم بیام توی View Show Angles. حالا دقیقا اینجا من میتونم هر سه تا زاویه‌ام رو همزمان ببینم یا هر چهار تا زاویه یا هر چند تا که داشته باشم. اگر بیشتر هم بود شما میتونید اینجا بیاین بگین که 9 تا پنجره رو همزمانشون بده یا 16 تا. تایم کدشون رو هم میتونید بگید که نشون شما بده یا نشون نده. و اینجا چی باشه چیزی که داره اینجا نشون میده، اسمشون باشه، اسم کلیپ باشه، هیچی نباشه یا زاویهشون. من میتونم بگم هیچ چیز خاصی نباشه. من باز میام اینجا 4 رو میزنم که فقط 4 تا زاویه اینجا نشون من بده. حالا برای اینکه سویچ کنید بین اینها، دقیقا شورتکات های شما 1, 2, 3, 4 هستن و میتونید روشون کلیک هم بکنید. من اگر اینجا بیام پلی رو بزنم، میتونم مثلا بگم حالا الان این دور می سویچ کن یا بعدش به این دور می سویچ کن یا الان اینسرت بزن، یا اگر خواستم باز با شورتکات کیبوردم 2, 1, 3 و حالا اگر خواستید این میگه که یه دراپ فریمش مشکلی نداره. حالا شما میتونید اینجا ادیتتون رو ببینید. بعدن هم اگر خواستید میتونید اینجا فرض کنید بیاید بگید که نه الان توی لحظه میخوام سویچ بزنم به 2. لزومی نداره که حتما تو این پلی باشه، شما همین با درگ کردن هم، یعنی تو شرطی که پلی نکنید هم میتونید سویچ بزنید. مثلا من اینجا دقیقا لحظه این که این دخترم سرش داره برمیگرده از دوربین مثلا فرض کنید 1مون اینجا میخوام سویچ بزنم به 2. آخرین نکته هم این که اگر شما خواستید هر کدوم از این کلیپ ها رو بعدا تغییر بدید، مثلا اگر شما خواستید زاویه این کلیپ رو از زاویه مثلا 1 بکنیدش 2، میتونید راحت بیاد این کار رو انجام بدید. فقط یه مسئله، اگر شما وسط کلیپ باشید و الان بخواید بیاد بگید که اینو عوض کن، میاد برای شما اونجا کات میزنه و میاد از اون کلیپ کات میکنه به یکی کلیپ. اگر بخواید کلن این زاویه رو تغییر بدید، بهتره که بیاد اول کلیپ و اینجا توی اینجا که خودش ابتدای کلیپ هست مثلا دوربین 1 رو انتخاب بکنید، یا مثلا برای این یکی ممکنه من بگم دوربین 2 رو میخوام انتخاب بکنم. این نکته رو حتما در نظر داشته باشید که اگر شما ابتدای کلیپ نباشید کات میزنه تو اون لحظه، ولی اگر ابتدای کلیپ باشید سویچ میکنه به اون کلیپ، سویچ میکنه ببخشید به اون زاویه. البته خود این هم یه راه حل داره، اگر شما وسط کلیپ باشید و بخواید که کات نخوره، میتونید روش رایت کلیک بکنید، بیاید روی اکتیو ویدیو انگل و اینجا از این طریق عوضش بکنید. مثلا اینجا معذرت میخوام کانال 1 رو انتخاب بکنید، یا مثلا اینجا که فرض کنید شما این الان دوربین شماره 3 ماست، من میتونم بیارم بزنم روی 1 و دیگه این روی خود کلیپ هم کات ایجاد نمیشه.